دکتر میشا زکریایی هستم. امروز قراره جناب آقای بهبهانی تشریف بیارن. ازشون خواهش کردم. چند سوال بود و ما امیدوارم که حتما وقت کنن چون از استرالیا زنگ میزنن. امیدوارم که بتونن به ما زنگ بزنن و سوالایی که شما دوستان عزیز از من کردین از خود ایشون بکنم که بتونم پروفشنالی و کامل جواب منو بدن که شما دوستان عزیزم بهتر متوجه بشین. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما بهبهانی هستم. درود بر شما آقای بهبهانی، ذکر خیرتون بود. مرسی که زنگ زدید. با سپاس از شما، از طرف خودم و از طرف بینندگان. اولین محصولات شما رو بیاریم اینجا بذاریم. میخواستم بگم سوال من از شما اینه که سوال دوستان عزیز بود که خب خودم بهتر متوجه میشم. در مورد دمودکس مایت، در مورد مایت ها اینا چی هستن، چه ضرری برای ما میرسونن و محصولات شما چی کار برای ما میکنه در رابطه با مایت ها توی موی سر ما و بدن ما. اگه میشه لطف کنید یه زحمتی بکشید. حتما با افتخار در خدمتتون هستم و با ورود مجدد خدمت شما بینندگان عزیزتون و تبریک سال نو. انگل های دمودکس انگل هایی هستن که در زیر ریشه مو و در غدد چربی سرویشس گلند ها زندگی میکنن. بله. نو انگل دمودکس در پوست انسان هست، یعنی انسان میزبان این انگل ها هستن. بله. دکسپل کلوریوم در ریشه مو و دمودکس پرویس در اویل گلند ها. بله. طبیعتا وجود این انگل ها به عنوان میهمانان ناخوانده مخرب و مزاحم هست برای سلامتی و بهداشت پوست ما. با مشکلاتی مانند آکنه، روزافه، جوش های چرکی، خارش های سطح پوست، چین و چروک و پیر شدن پوست، ریزش مو، نازک شدن و کم‌پشت شدن مو و بلفاریت در حقیقت عفونت های پلک و گلمژه ارتباط مستقیم داره. مضاف بر این که به طور کل برای بهداشت پوست و مو و سلامتی و زیبایی و شادابی پوست بهتر از تمام مردم جهان این انگل ها رو از سطح پوستشون برطرف کنن. بله. برای این یک پیشرفت الزام آوره و به طور کل کسانی که مشکلات پوست دارن به خصوص مواردی که عرض کردم تا زمانی که انگل ها رو برطرف نکنن نمیتوانند مشکلات پوستی و آرزوهای پوستیشون رو به صورت پایدار برطرف کنن. دقیقا. بله. خب حالا محصولات شما چی کار میتونم بکنم؟ ما چطور میتونیم استفاده کنیم ازش؟ بله. ببینید بیش از شاید دو قرن، نزدیک دو قرن هسته، 176 ساله که این انگل ها کشف شده، اما نتوانستن راه کار پایداری رو برای برطرف کردن دمودکس ها به دنیا معرفی کنن و یکی از دلایلی بوده که در این موضوع غفلت شده. بله. و اونطور که باید شاید معرفی نشده. خوشبختانه شرکت ما موفق میشه از سال 2011 شروع به تحقیقات بسیار وسیع میکنه، در سال 2012 Best Innovation Award رو بابت این تکنولوژی میگیره و با ترکیبات گیاهی و طبیعی موفق میشه همراه با متدی که به صورت خاص ارائه شده این انگل ها رو به صورت پایدار در یک دوره 3 الی 4 ماهه برطرف کنه. محصولاتی هستش که به بیس هربال داره. بله. و در نتیجه بدون عوارض جانبی هست. بله. مدتی زمان میبره، اما این زمانی که میبره به این دلیله که به صورت پایدار و بدون اینکه عارضه جدی برای پوست مو ایجاد کنه بتواند انگل های دمودکس رو برطرف کنه. همطور که شما هم معبد کردین محصولات رو الان در تلویزیون نمایش میدید، این چهار محصول هستش. بله. به علاوه دستگاهی به نام دستگاه هایپرتنس اینسترومنت و متد و روشی که باید در کنار این محصولات رعایت بشه، اصلاح عادت‌های غلط، فرا گرفتن مهارت‌های مرتبط با بهداشت پوست و مو و در حقیقت ارتقاء روش‌هایی که منجر بشه در یک بازه زمانی مشخص حدود 3 ماهه ما این انگل‌ها رو برطرف کنیم. حالا اگه در مورد خود محصولات هم هر سوالی هست من دست بدم. بله، محصولات 4 تاست درسته؟ دقیقا. هر کدوم اینا چیکار می‌کنن؟ یه توضیح کوچیک اگر بدید. بله، چشم سریع عرض میکنم که وقت عزیز شما گرفته نه. چهار تا محصول مهم، اما از مهمترین محصول شروع کنم که اسپری پی دی تی یا پرو دمودکس تریتمنت هست. بله. اسپری پی دی تی قلب تپنده این تکنولوژی و این محصولات هست که ما در مجموع به عنوان یک پروتکل ازش
اسم میبرید. بله. بله. اسپری پی دی تی یا پرو دمودکس تریتمنت همون اسپری اصلی به اصطلاح ضد دمودکس است. در مثالی که همیشه من در مورد کلی حالا اینجا شاید سریع بهش اشاره کنم، بحث باغ و باغچه و آفتهایی که در باغ میزنه به عنوان تمثیل از اون استعاره میگیریم، همونطور که آفتها در باغچه ما آسیب میرسونن، دمودکسان در پوست ما آسیب میرسونن. این اسپری پی بی تی همون آفتکش اصلی در ترکیبات محصولات ما هست. اسپری پی بی تی هست. اسپری دیگه هست برای تریتمنت هرتونیک یا تی هش تی. اسپری تریتمنت هرتونیک ضمن این که تراکم انگل های دمودکس رو در سکالپ در پوست سر کنترل میکنه، به رشد مو نیز کمک میکنه. و شامپوها که به عنوان شامپوهای طبیعی و گیاهی برای سراسر بدن هست، من اینجا یادآوری میکنم این شامپوها هدفش کنترل دمودکس ها، کنترل چربی های زائد و کثیفی های سطح پوست هست و طبیعتاً برای سراسر بدن، یعنی شامپو، شامپوی مو، شامپوی پوست، شامپوی صورت، به عنوان کلینسر، به عنوان شامپوی بدن قابل استفاده است برای سراسر بدن که چربی های اضافه و کثیفی ها رو برطرف کنه. تنها نکته ای که سریع من یادآوری کنم، افراط مردم و افراطی که مردم در شستشوی زیاد دارن، زمانی که پوستشون تمیزه باز هم شستشون میکنن، این رو باید اصلاح بکنن. این بخشی از اون پروتکل کار ما هست. زمانی که پوست کثیفه و آلوده است و بوی بد میده، از شامپو استفاده میشه. محصولات هم استفاده شفاف هست که البته راهنمای مفصلی در این مورد هست که زمانی که محصولات تهیه میشه همراه با محصولات راهنماهای چاپ شده با فرمت‌های پی دی اف چاپی و فیلم‌های ویدیویی، اخیراً هم فیلم‌های جدیدی رو باز داریم آماده می‌کنیم که هم عزیزانی که محصولات رو تهیه می‌کنن در یک سفر 3 ماهه همراه با ما بتوانن این تریتمنت رو به صورت کامل انجام بدن. مانند کسی که باشگاه ورزشی میره، یک پرسونال ترینر داره، یک مربی خصوصی داره، باید از وسایل ورزشی همراه با آموزه‌های اون مربی استفاده کنه. استفاده از پروتکل و مجموعه محصولات آنجکس نیاز به مشاوره مستمر با همکاران ما داره و ممنون از شما که در این راه ما رو یاری می‌کنید. خواهش می‌کنم. بی‌نهایت از لطفتون ممنونم و ما باز هم مزاحم شما میشیم چون سوال خیلی زیاده، ولی چون سوالای دیگه باید جواب بدم، ان شاءالله که شما را دفعات بعد تو برنامه‌مون داشته باشیم. حتما با افتخار در خدمتتونم و امیدوارم که همه عزیزان با برطرف کردن این انگل‌های مزاحم بهداشت پوست و موشون رو به صورت پایدار حفظ کنن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.